اسطوره مجموعی از باورها، دانش، ترس و نادانی دوران کودکی بشر است. بعد یواش یواش بشر روش کرد، آتش کشف شد، مغز بشر بزرگ شد، شروع کرد به حرف زدن، شروع کرد غذای پخته خوردن، آهن رو پیدا کرد. دیگه اساتید جواب نمیداد، رفت دنبال راه‌های دیگری که به پاسخ پرسش‌های خودش رو پیدا کنه. در غرب رفتن دنبال علم و فلسفه. بخش بزرگی از پایه‌های علم و فلسفه و هنر و ادبیات و هر چی که در غرب می‌بینید توی همین اساطیر ایلیاد و اودیسه و ایناست. و ما از اسطوره رفتیم به سراغ دین. بدو افزار ای پسر گوش دار، سخن چون به یاد آوری خوش دار. همه کارهای جهان را دل است، به جز مرگ کن را در دیگر است. حضار محترم، امسال ما یکی دو تا نوآوری داریم. دیوارخانی هست، خیلی شبیه پرده خانیه، ولی خب مثل که یه خورده پیش محکم تره. بدو گفت مزدورت آید به کار، تو شد کارگر مرد و آمد پسند، شبان سرشبان گشت بر گوسفند. گفت گشتاز که ای زور مرد، تو شادانی و خواهرانت به بند. بگریم از این نهنگ تا زندم، به مغز اندرون آتش افکندم. به مردی رفی در دم اژدها، کنی خواهران را ز دیوان رها. سپارم تو را تاج شاهنشهی، همان گنج بیرنج تخت مهی. کتابم که می نوشتم فرمول داشتم. به دیگر شب اندر چو بابک بخفت، همی بود با مغزش اندیشه جفت. چنان دید در خواب کآتش پرست، سه آتش ببردی فروزان به دست. که این رفته و میدون خالی شده، کسی دیگه شجاعت نداره بره اون وسط. توس که فرماندار این سپاه بوده میپره رو اسبش و خودش میخواد بره. رستم دهانه اسبش رو میگه وایس، بعد رو میکنه به این جوانهایی که داره توی سپاهش، میگه شما جوانها اونجا نشستین و این پیرمرد باید بره براتون به جنگه، هنوزم هیچکی تکون نمیخوره. رستم میگه که به توس میگه تو وایس تا من خودم. حتی در این موقع هم رستم رخش رو بهش کاری نداره. به پیران چنین گفت کین مرد کیست؟ ز گردان ایران ورا نام چیست؟ تو گفتی که لختی فرومایه‌اند، ز گردن کشان کمترین پایه‌اند. کنون نیزه با تیر ایشان یکیست، دل شیر در چنگشان اندکیست. اول پیدایش مردم در شاهنامه دو تا بیت هست. یه زراح خرد بنگری اندکی، که مردم به معنا چی باشد. یکی نخستین فطرت پسین شما، تویی مردم تویی، خویشتن را به بازی مدار. و در گاه کیخسرو، وقتی کیخسرو دست پرورده رستمه، وقتی رستم تاج رو میذاره سر کیخسرو، میگه خوی نه خودم هم. خودش دیگه میره سیستان رو حاشیه نشین میشه. کیخسرو بعد از مدتی پادشاهی، سروش میاد به خوابش که میگه فردا تو غیبت میزنه، باید پادشاهی رو بدی کسی، اونم تاج رو میذاره سر لهراب. همه پیش سازان فروزان بودی، به هر آتشی اود سوزان بودی. به هر حالتی سرفرازیش داد،
دختر خیش را پسندیده و افسر خیش را. جریان ماجرا برعکس میشه، ایرانی ها امیدوارن و تورانی ها نگران. نتیجه این جنگ به پیروزی ایرانی ها می انجامه، ولی دیگه وارد اون قسمت نمیشیم چون داستانمون در رابطه با همین تغییر روحیه بود. خلاصه که فردوسی هم این چیزی که الان مد شده گفته ها بیش از 1000 سال پیش. مثبت اندیشیم، مثبت باشیم و موفق. چه گویی سخنهای نادر نظیر؟ رستم دلازاده و پرخاش کنانیه چه نازی بدین تاج لغرات بید به این تازاروی گشتاس بید که گفتد برو دست رستم ببند نبندد مرا دست چرخ ببند. یعنی مسئله یه چیز روستایی وزنش بیکار بیدن روستایی رو میشستی دارم یه میخواست بیدن آبا ببند مثلا اصلاحانی آوو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 و
خواهشش خیلی تندتره و این مرد مرد متقاربه، یکی از بهرهای خیلی گوشاشنای ایرانی هاست. چنین گفت رستم به اسفندیار، خیلی ساده است، خیلی کوتاهه، خیلی پرزره، خیلی پر. ولی مثلا شما حافظ که خونه میگه مثلا میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. این چقدر طولانیه، ولی جنگ چیزی زرنگ تندتری میخواد. و فردوسی اینو کاملا آگاهانه و موسیقی شگفت‌انگیزی که تو کلمات میکنه. ز مجمری که آتشی برفروخت به بالای اون پر سیمرغ، پر سیمرغ آتش میزنه، سیمرغ پیداش میشه. یکی کودک آمد چو تابنده می به ماننده اردشتی دادا به اسفندیار که ای سیر ناگشت از کارزار، به ترس از جهانداری از دار پاک، خلط را مکن با دلن در مقاک. من امروز نهی بهر جنگ آمدم، پی پوزش و نام و ننگ آمدم. تو با من به بیداد پوشی همی، دو چشم خلط را بپوشی همی. همان اردشیرش کرد پدر نام، نیا شد به دیدار و شادکام. همون پرده خانی از نوع مشهدیش. حالا چرا مشهدی؟ چون دیوارنگارهای مشهد یه جورایی خیلی تاریخی شدن، راجبشون خیلی صحبت شده. تهمتن گزن درگن راز بود، به دانسان که سی مغل فرمونده بود. بزد تیر و چشم اسفندیار، سیاه جان پیش آنان خم آورد بالای سر سهی، از او دور شد دانش و فره. روش از خم چرخ چاوچی بخواست، این چرخ خیلی چه تشه؟ یعنی این تیر رو گرفته اینجوری کشیده، وقتی بلش میکنه میگه اینقدر کشیدش. چرخ چاوچی کمالای چاوچی بود، این کمالای اینقدر خم شد که شروع کرد کش صدا کردن. یه خروش از خم چرخ چاوچی بخواست، بودم فکر کنم پشتش الان تمام میشه. شاهنامه رو میتونی بشنوی موسیقیش و صدای طبلش رو و میتونی ببینیش. دیدین تصویری که گفت راجع به تیراندازی رستم به اشکانوس که چجوری نشست و این زانو رو خمام، اون یکی رو راز کرد، دستش رو کشید به عقب، از بغل گوشش رفت، این پرسوفار این تیر
گرفت به بغل گوشش صداش که شنید فهمید که تا ته رفته و حالا وقت پرتاب شد. آدم میبینه این زانو زدن رستم رو زنده است. به هندوستان در بزاری بمود، ز ساسان یکی کودکی با خود. 1470 متر مربع نقاشی هست. یاد هم به صورت توماری استفاده میشه، یعنی شما در آن واحد تمام نقاشی ها رو نمیبینید. روی پارچه کشیده شده، لوله شده مثلا، و بعد به تدریج این باز میشه و عکس ها به تناسب داستانی که گفته میشه برای حضار به اصطلاح رونمایی میشه. داستان علوی خانم از صادق هدایت رو نمیدونم خوندین یا نه، ولی در اونجا یک شخصیتی هست که پرده خوانی انجام میده، یعنی داستانهای واقعی کربلا رو میگه، یه جای حساس داستان رو نگر میداره، از حضار میخواد که سر کیسه رو شل کنن و بعد اگر راضی شد بقیه داستان رو با باز کردن دوباره اون تومار براشون ادامه. نه تخت و نه تاج و نه زرین کش، نه گوهر نه افسر نه بر سر برش، ز پیمان بگردم و از راستی، گرامی شود کشی و کاستی. امروز در جنگ یاری کنیم، بر این دشمنان کامکاری کنیم. میره اون بالا و این همه سپاه رو میبینه، خودش هم یه جورایی یک همچی به فهمی نفهمی مثل که هراس تای دلش میفته. میگه فراوان سپه دیدم پیش از این، ندیدم که لشکر بودی بیش از این. هر بخششت یارمندی دهد، به فیروزیم سربلندی دهد. فرود آمد از کوه دل بد نکرد، گذر بر سپاه و سپه بد نکرد. بفرمو تا بر کشیدن کوز، به جنگ اندر آمد سپهدار توس. تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، که ای بی خود مرد پرخاش جوی. پیاده ندیدی که به جنگ آورد، سر سرکشان زیر سنگ آورد. به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ سوار ار نرایند به جنگ. همکنون تو را ای نبرد سوار، پیاده بیاموزمت کارزار. یکی تیر الماس پیکان چو آب، نهاده برو چار پر عقاب. کمان را بمالید رستم به چنگ، به شست اندر آورد تیر خدنگ. ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از همه چرخ چاچی بخواست. چو سوفارش آمد به پهنای گوش، ز شاه گوزنان بر آمد خروش. قضا گفت گیر و قدر گفت ده، فلک گفت احسنت و مه گفت زه. کشانی هم اندر زمان جان بداد، تو گفتی که او خود ز مادر نزاد. نگهبان جان از تو آن سه سپاه، پدر را برانگونه چون کشته دید، سر بخت ایرانیان گشته دید. یک لشکر عظیمی مقابل ایرانیان هستن، ایرانی ها باشون مبارزه میکنن، تا جایی که میشه مقاومت میکنن، ولی یه جاهای دیگه واقعا باختن، چون تعداد خیلی ناهماهنگه. یک طرف سپاه ایران رو داریم با یه تعداد محدود، یک طرف سپاهی نامحدود. ولی در همینجا تمام نمیکنه، شروع میکنه اعتماد به نفس دادن به دوروریاش، به بزرگان، که بابام هنوز که ما نباختیم، تقدیر نوشته نشده. که چون این گفت رستم که گردان سپر، ببینیم تا برکه گردد به مهر. چگونه بود بخشش آسمان، که راز این بزرگان سرایت زمان. آمد خدای نامه ها، داستانهای خانواده رستم، هرچه از ادبیات ایران باستان بود گذاشت جلوش، اینا رو خوند، یه استراکچر جدید درست کرد راجع به فرهنگ ایران. درسته بیشک میدونست که در اساطیر ایران باستان مشق و مشقانه یا یم و یمانه آدمهایی بخواستی بودن، و خیلی هم اسطوره زیبایی است. یکی از زیباترین اسطوره‌های آفرینش اول زن مرد دنیا مال ایرانی هاست. همه جا اول مرد آفریده میشه و بعد برای خسته میشه، با همبازی نداره، خداوند خالش میکنه و از دنده چپش زن رو میآفرینه. تنها اسطوره‌ای در جهان تا اونجایی که من میدونم یک گیاهی از خون سیامک میروید،
یا ریواسی تر و سفید و یک شاخه و از داخل این نخستین زن و مرد همسر و همتراز و همبالا رویدن. همسر و همتراز و همبالا. ولی فردوسی رو استفاده نمی کنه. فردوسی اصلا راجع به پدیده آمدن این فردوسی که دوست برمیش داره. یه به وجود اومده. تکامل پیدا کرده.